جمعی از مسئولین و اعضای کمیته شورای ائمه مساجد و خطیبان شیعه و جمعی از شخصیت‌های حوزوی کشور افغانستان در شهر مقدس قم با مرجع قد رایت سید صادق حسینی شیرازی مدظل دیدار کردند در این دیدار سخنگوی کمیته شورای ائمه مساجد شیعه گزارش از رنج هایی که ملت افغانستان از اقدامات لجام گسیخته تنگناها و اقدامات تروریستی سنی های تند تحمل می کنند ارائه کرد. او در ادامه از وضعیت نابسامان شیعیان در افغانستان و نسکشی هایی که با آن روبرو هستند و همچنین کشتارهای دست جمعی خونینی که سنی های تندروی طالبان، داعش و امثال آنان بر ایشان روا داشته اند سخن گفت. سخنگوی کمیته شورای امه مساجد همچنین مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که با آن دست به گریبان هستند را برای معظم الله شرح داد. معظم الله پس از شنیدن این گزارش گفتند من از حوادث اصف و رنجالود و تلخی که در افغانستان و بر مردم آن روا داشته می شود سخت ناراحت هستم و امیدوارم خدای منان به زودی مردم افغانستان را از این درد و رنج و تلخ ها برهاند. پیشان ادامه دادند مسلم این است که دنیا با سرعتی چشمگیر در حال تغییر است و نه تنها در افغانستان بلکه در عراق خاورمیانه اروپا و جای جای این جهان وضعیت به همین شکل است در حالی که در زمانهای گذشته تغییرات جهانی زمانی یک ست ساله را میطلبید و سپری شدن این برهه زمانی برای ایجاد تحول و تغییر لازم بود معظم الله به عنوان مثال به واقعی جانسوز آشورا اشاره کردند و افزودند امام حسین علیه السلام و خاندان و یاران پاکیشان همگی به سختترین شکل به شهادت رسیدن و عده از مردم پس از گذشت پنجاه سال از حوادث خونین کربلا و رخدادهای آن از این واقعه باخبر شدند. سپس ایشان در تبیین موضوع فرمودند حوادثی که امروزه شاهد آنیم به علت عدم کفایت کسانی است که جهان را اداره می کنن و نیز از جمله آن عوامل کاستی ها و به منازعاتی است که در کشورهای اسلامی بر جامعه حاکم شده و جریان دارد. و این در حالی است که خدای متعال در آیه 46 سوره انفال مسلمانان را از نزاع من فرموده است مرجعیت شیعه افزودند اما امروزه شرایط بگونه دیگر است و طی چند دهه آینده جهان تحول و تغییری شگرف و فراوان خواهد یافت. با اینکه مشکلات و حوادثی فراوان شیعیان به ویژه در افغانستان و عراق و سایر کشورها را فرا گرفته که مایه تأسف است اما آینده درخشان و شکوفا و روشن برای شیعیان سراسر جهان در پیش روست. ایشان با اشاره به برنامه و طرحهایی که از سوی غیر مسلمانان و گمراهان در جهان امروز تدارک دیده می شود فرمودند و ها و برخی مسیحیان در تدارک و تهیه نیرو و افراد هستند و هزاران جوان را جذب کرده تحت آموزش قرار دادند که در پنجاه سال آینده برای آنها و اهدافشان تبلیغ کنند و برای این طرح و اجرایی و عملیاتی کردن آن میلیون ها دلار بودجه تعیین کردند مرجعیت شیعه سپس میهمانان خود را خطاب قرار دادند و گفتند شما در افغانستان باید به نسل آینده یعنی جوانان پسر و دختر این سرزمین توجه داشته باشید و بدانید که اینان در آینده در افغانستان و دیگر کشورها مبلغان تشیع خواهند بود. بدانید که جوانان افغانستان و دیگر کشورها ظرفیت و توانایی فعالیت و حضور در این عرصه را دارند اما باید توانمندی و شایستگی آنان در این زمینه شکوفا شود لذا باید به آنان توجه داشته باشید و به یاریشان بشتابید آیت الله عظما شیرازی تاکید کردند پرداختن به این امر و مسئولیت به دو مقوله مهم نیاز دارد که قرآن کریم به آن اشاره کرده زیرا برای کسی که میخواهد به این مهم بپردازد سختی هایی پیش خواهد آمد آنچه قرآن کریم به ما دستور داده صبر و نادیده گرفتن مسائل منفی است و لازم است که شما به دو مقوله یاد شده احتمام بورزید و همواره به آن پایبند باشید ایشان در پایان سخنان خود فرمودند من همیشه برای شیعیان جهان و شیعیان افغانستان دعا می کنم و امیدوارم آنان پیوسته هوشیار و آگاه باشند و نتایج فعالیت هایشان بهتر، مفیدتر و بیشتر باشد.